امروز به بخش دیگری میپردازیم، به بخش بسیار مهم در آخرین روزهایی که از دوران پهلوی عبور میکردیم. سران جهان تصمیم گرفتند که از مخالفین پادشاهی در ایران و نظام ایرانی در ایران استفاده بکنند و این کشور رو زمینگیر بکنند. به رأس حمله شد، به یک نفر حمله شد و بعد کشور از هم پاشید. من هیچ موقع سعی نکردم به کسی بخوام بیام در برنامه فوش بدم، ناسزا بگم، اما نقد تاریخی، نقد انسانی و نقد ایرانی رو داشتم. در اون زمان من به عنوان یکی از نمایندگان نسل سوخته این حق رو دارم که رفتم به دنبال تاریخ و اومدم و کسانی رو که مدعی بودن در کشورم ازشون بپرسم که شما به چه اجازه‌ای زندگی من و ما رو به فروش رسوندید؟ شما به چه اجازه‌ای در اون زمان مخالفتی انجام دادید که به پاشیده شدن نظام و کشور و ملت انجامید؟ با چه اجازه‌ای این کارو کردید؟ شماها فکر کردید فقط با شاه در طرفید، نمیدونستید که فردایی میاد و میلیون ها نفر از شما خواهند پرسید آقا شما به چه اجازه این کارو کردید؟ شما اگر نمیتونستید کاری رو انجام بدید چگونه به مخالفتش پرداختید؟ همیشه باید به این فکر باشه اون کسی که در رأس بوده هزار و یک نیزه به سمتش پرتاب میشده. چگونه شما به عنوان اپوزیسیون نمیدونستید این واقعیت ها رو؟ و یا اینکه میدونستید و به روی خودتون نمی آوردید فقط به خاطر عقده شخصی که من امشب به صورت مشخص بهتون ثابت میکنم. نه فقط حرف من باشه، حرف خود افرادی که مدعی بودن رو براتون پخش میکنم. بریم و به اولین فایل امشب که اختصاص داره به 27 دیماه 57، یعنی 2537، تقریبا کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه پادشاه کشور رو ترک میکنه. ازتون درخواست میکنم که خوب گوش بدید، خوب گوشاتون رو باز کنید. میخوایم تاریخ رو با هم ورق بزنیم و شاید شما هم انتقادهایی داشته باشید، مسائلی در نظرتون باشه، سوالاتی براتون پیش اومده باشه، بنویسید، در روزهای آینده بپرسید و بقیه که طرفدار بودند و هستند شاید بتونن به شماها، به نسل سوخته، نسلی که به هیچ عنوان در این توطئه جهانی شرکت نداشت و یک رأی هم به حکومت اسلامی نداد، پاسخگوی سوالات شما باشن. تا به امروز هزاران هزار سوال، میلیون ها نفر از خودشون، از هموطنان دیگر، از مسئولینی که در اون زمان بودند، از کسانی که امروز در اپوزیسیون بودند، یا حتی هموطنان شهروندی که درون کشور بودند، هموطنانی که به دنیا نیومده بودند، هموطنانی که بعدها به دنیا اومدن، یا کسانی که در اون زمان نظیر ما در سنین بسیار پایین بودند، این سوال براشون مطرح شد: چرا شاه رفت؟ چرا شاه رفت؟ که بعد بنویسن در روزنامه کیهان و اطلاعات به اون بزرگی شاه وسطش بنویسن در رفت و بعد همه چیز رو، جهان باهاش جنگید، سیاست‌های جهان باهاش جنگیدند، رسانه‌های جهانی دست به دست هم خوردش کردند. میخوام این زیر رو قشنگ بخونند. در چند روز گذشته طبقات مختلف مردم و گروهی از اعضای جبهه ملی به دیدار طاهر احمدزاده رفتند. در عکس دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی همراه با دکتر شاپور بختیار و حاج محمود مانیان در کنار طاهر احمدزاده نفر اول سمت راست دیده می شوند. داریوش فروهر سخنگوی جبهه ملی، حاجی لباسچی و چند تن از اعضای برجسته جبهه ملی نیز در به دیدار طاهر احمدزاده آمده بودند. طاهر احمدزاده هم به قول خودشون یکی از این زندانیان به اصطلاح سیاسی بود که در همین شب از زندان آزاد میشه. اینجا هنوز بختیار پیشنهاد نخست وزیری بهش داده نشده، یعنی 3 ماه حدودا، اینجا مهر ماه 57 هستش. همه اینها با هم یک کار رو دارن انجام میدن، در واقع یه چارت جلوشون قرار گرفته و اون هم سرنگونی نظام به قول خودشون دیکتاتوری پهلویه. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی، رفیق شفیق همین شخص شاپور بختیار، اینا کسانی بودند
که در دوران دکتر محمد مصدق اصلا سر از پا نمیشناختند. همه چیز به دست اینها بود و مجدداً در سال 57 همه چیز به دست اینها میفته در دو قسمت، یک دولت و بعد از اون حتی اپوزیسیون. اما چگونه است که نمیتونن کشور رو حفظ کنن؟ موضوع اینجاست که رفت پیدا میکنه حتی به امروز و فردای ایران. میخوام براتون بشکافم، توضیح بدم، چون مطمئن هستم به درد فرزندان ایران زمین میخوره که دیگه اشتباهات این چنین در زندگیشون انجام ندن و فکر نکنن که هر کسی که اپوزیسیون میتونه آلترناتیو باشه. بریم با هم به قسمت اول نگاه کنیم و من یک به یک براتون توضیح میدم میام جلو. آقای دکتر، ممکنه بفرمایید که رفتن شاه چه مشکلاتی به وجود آورده و چه مشکلاتی رو حل کرده؟ مسئله مسافرت اعلیحضرت به خارج یک از اون مسائلی بود که ما در مد نظر همیشه داشتیم که بعضی اسیان‌ها و ناراحتی‌ها را تسکین می‌بخشه و وقتی که من قبول نخست‌وزیری کردم این موضوع را بایشون در میان گذاشتم و قبول کرد و حتی 11 روز پس از نخست‌وزیری من این وعده را انجام داد، به طوری که الان یه مقداری گمان می‌کنم از این ناراحتی‌ها و اسیان‌ها شاید که در دل بعضی از افراد خیلی محروم و تمدیده مملکت هست تسکین یافته. از طرف دیگه نبودن ایشان در مملکت ممکن بود که تصور پیش بیاد که ارتش با دولت من یا با در مقابل مردم ایستادگی میکنه. بله، من میخوام اینجا رو براتون بخونم. همه چیز به جایی رسیدیم که همه چیز باید برای ملت ایران مشخص بشه، در ابهام و ابهامات نشینن در رسانه ها و برای خودشون تعیین تکلیف بکنن که بخوان هویت ایرانی رو زمین بزنن. میلیاردها دلار پول خرج شده که به اینجا رسیدند. حال بختیار اینگونه میگه خروج شاه شرط نخست وزیری من بود. میگه من نه تنها از رفتن شاه ممانعت نمی کنم بلکه خودم چنین توسعه‌ای کردم. شاپور بختیار نخست وزیر جدید ایران دیروز اظهار داشت من نه تنها از مسافرت شاه ممانعت نمی کنم بلکه خودم به ایشان توصیه کردم که از کشور خارج شوند و اصولا شرط پذیرفتن نخست وزیری توسط من همین بوده است. خب تا اینجاش من برای تاریخ، برای مردم ایران درون کشور و برون مرز به اثبات رسوندم که شاه نه فرار کرد نه در رفت. ایشان میخواست در مملکت بماند به خاطر اینکه میدونست چه کشورهایی دست به دست هم دادن و این وضعیت رو برای ما به وجود آوردند. میدونست چه کسانی دست به دست هم دادن و این وضعیت رو به وجود آوردند. میدونست که چه مقدار پول خرج شده تا بتونن چنین وضعیت رو درون کشور به وجود بیارن و میدونست که اینها نمیتونن کشور رو نگه دارن، اینها لیاقت نگهداری کشوری که فردا باید به دست ما میافتاد رو ندارند. صحبت بر سر اون خاک پرگوهره که کسانی که مدعی بودند و از مردم میخواستند به خیابونها بیایید و بگویید مرگ بر شاه، این جانیه، این قاتله، این دیکتاتوره، این مال شما رو خورده، آزادی رو ازتون گرفته، زندانی سیاسی به وجود آورده، پهلوی رو باید نابود کرد و و و و و کسانی که مدعی بودند، مثالی که خدمتون زدم، باید میدونستن که چگونه باید. خب وقتی شما این قسمتشو میگی باید بتونی اون کاری که میخوای انجام بدی دیگه. هزاران میلیارد دلار ارزش مالی داره، بیش از 7000 سال قدمت داره. شما میدونید راجع به چه مسئله‌ای دارید صحبت میکنید؟ ولی از اونجا که بسیاری از مزدوران، بسیاری از وطن فروشان دست به دست هم داده بودند که من و تو رو زمین بزنن، صحبت بر سر شاه نیست. میدونستن که اگر شاه رو زمین بزنن یعنی جامعه ایرانی رو زمین زدن، یعنی پای تازیان به کشور باز میشه، که در ادامه راه شما متوجه میشید چی میگم. اینها کسانی بودند که حقوق خونده بودند. ببینید ما در رابطه با شاپور بختیار داریم صحبت میکنیم، بفرض ایشون حقوق خونده، نه در ایران، در فرانسه. میدونه حقوق انسانی یعنی چی، چگونه است میاد و به پیشواز خمینی میره.
آنچه را که سنجابی با خمینی در میون گذاشته رو انجام میدن، دست به دست هم میدن و بعد زیر پای ملت رو خالی میکنن که آقا نذاشتن، نتونستیم، شما غلط کردید، اون نخست وزیری رو پذیرفتید، شما با جان میلیون ها ایرانی بازی کردید و با تاریخ. شما وقتی نمیتونید کاری رو انجام بدید، مسئولیتشو میپذیرید. نه فقط یک سال، 25 سال داریم که 25 سال جنایت. کدوم جنایت؟ چون شماها بر سر قدرت نبودین جنایت شد؟ چون مردم به پا خواستن در مرداد ماه در سال 32 و کشور رو پس گرفتن جنایت شد؟ اون مردم از سوئیس نیومده بودن که. چرا اسم اون میشه کودتا، اسم این میشه انقلاب؟ یک به یک از سخنان یک حقوقدان، کسی که هنوز کارها شناسونده نشده برای جامعه ایرانی و جبهه ملی و حتی کسانی که براتون توضیح میدم چه اون زمان چه این زمان ازش طرفداری میکنند و کماکان انجام میدن، فقط به خاطر اینکه خب کشته شده. مگه هر کسی که مرد کارش درست بوده؟ باید به این حساب گذاشت. خیلی کسانی بودن در حکومت اسلامی که به دست خود حکومت اسلامی با گروه فرقان، به دست خود خمینی، با فرمان خود خمینی، مثل مفتح، مثل مطهری کشته شدن به فرمان خمینی، مثل بهشتی و مثل اون حزب جمهوری به فرمان اونها که بتونن راه رو برای بقیه باز بکنن. اونا صد خورده‌ای کشته شدن، گفتن 72 تن. راه رو با هم ادامه میدیم، گوش بدیم. اکنون که شاه رفته، تا چند روز فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟ من باز تکرار میکنم، این آقایون همه یا با من همکاری میکنند یا دلشون میخواد همکاری بکنند. این مسئله مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلی است. و الا ما اساس نامه و ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس داده شد تفاوت نداره. این مسئله مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست. تا چند اندازه جالبه نه؟ پنجشنبه 27 مهر 1357 شاپور بختیار: جبهه ملی در حکومت وحدت ملی شرکت می کند. حکومت وحدت ملی تنها راه حل فوری جامعه ماست. و بعد در رابطه با دادگاه های انقلابی باید تشکیل شود. اینجا در واقع اولین ستونی است که زده میشه که دادگاه‌های انقلابی باید تشکیل شوند. ببینید در این زمانی که دارید میبینید، یعنی مهر ماه 57، نه اینکه اصلاً سانسوری در روزنامه، در جراید، در مطبوعات، در رادیو تلویزیون وجود نداشت، نه اینکه سانسور وجود نداشت، بلکه هیچ پدافندی از تمام کارهای با ارزش ایرانیان، نه فقط دوران پهلوی، من میگم ایرانیان چون این رضا شاه و شاهنشاه آریامهر فقط راهبری کردن ولی ملتی دست به دست هم داد تا کشور رو ساخت. این گونه نبود که فقط شاهنشاه دستوری بده و همه چیز درست شه، نه، مردمی که ملتی که رفتن دل دادن و کشور رو ساختن هیچ موقع ازشون نام برده نشده که اینها چه کردند، استعدادهای خودشون رو، تخصص خودشون رو در خدمت جامعه و تاریخ قرار دادن که همیشه در سالهای آینده میبایست از همشون سپاسگزاری کرد. صنعتی شدن ایران، پیشرفت ایران به دست این افراد انجام شد. شاهنشاه سبب ساز این داستان بود با دیسیپلینی که داشت. حال بسیاری از نارسایی ها درون مملکت وجود داشت، خب بله داشت، ولی باید با مردم کار میشد که سعی و کوشش و تلاش میکردن، مردمی که دانش کافی نداشتن. تازه این آقایون که حقوق در فرانسه خونده بودند، دکتر بودند، سرنوشت ما رو به راحتی به خمینیزم دادند و رفتند. چی میگه؟ میتونیم بیایم تو. برمیگرده میگه از این به بعد مسئله شخصیه،
شاپور بختیار وقتی ازش در رابطه با جبهه ملی میپرسه میگه آقا ببینید من همه چیزو فراهم کردم، از این به بعد شخصیه. منظور چیه؟ یعنی جبهه ملی به دو دسته تقسیم شده، عده‌ای که با خمینی و خمینیزم میخوان وارد ایران بشن، زد و بندها توسط سالیوان و هویزر انجام شده، سنجابی، قدزاده، یزدی، نهضت آزادی، حزب ملت ایران و و و و پولها پرداخت شده بوده و همچنان داشته خرج میشده، و در طرف دیگه بختیار بوده که میگفت آقا به فرض ما اون چی که میخواستیم به دست آوردیم، حالا شما بیاید به حرف من گوش بدید، با هم بریم این کشور رو به دست بگیریم. ولی شرایط رو از قبل تعیین کرده بودن، گفتن شاپور تو باید اولین کاری که میکنی از شاه بخوای بری کنار، این آقا رو بذار کنار، ما نصف مشکلاتمون حل شده. بعد میمونه دو تا چیز، ارتش و ساواک. ارتش هم بزن زمین، یعنی ساواک هم بزن زمین. وقتی که نخست وزیری رو بهت میخوان بدن، بگو آخو شما باید از مملکت بری بیرون، کشون هم انجام داد. بعد میگی ساواک هم باید بزنم زمین. یعنی ببینید کشور ایران، نه کشور ایران، هر کشوری، هر نظام پادشاهی بر چند پایه، بر چند ستون استواره. در درجه اول پادشاهشه، در درجه دوم سازمان امنیتشه. اینا ستونهایی هستند، ولی این قسمت رو دارم براتون توضیح میدم، از ستونهای متفاوت متشکل میشه، نمایندگان مجلس و و و خیلی چیزای متفاوت. اما ستونهای اصلی یک مملکت پادشاهشه، اونم اون وضعیت. ببینید زمان و مکان رو در نظر بگیرید، برمیگردیم به اون دوران. کاری ندارم درست بود یا غلط بود، رو کاری ندارم، میتونیم در رابطه با اونم صحبت بکنیم که انتقادهایم وارد هست، اما آنچه که بود رو دارم براتون توضیح میدم بر پایه اینه که افرادی میدونند بر چه پایه هست و میزننش. صحبت اینجاست، میدونیم که اگر شاه رو بزنیم چه اتفاقی میتونه بیفته، و وقتی که ساواک رو میزنیم چه اتفاقی میتونه بیفته، و بعد زمینه باز میشه برای نیروی بعدی که سنجابی و بازرگان میرن به پیشواز خمینی که خمینی رو بیارند، و بعد سالیوان و هویزر وارد کار میشن که به ارتش میگن آقا شما آخرین ستونید، آخرین صد برابر حکومت اسلامی هستید، بکشید کنار که راه هموار بشه. ولی فقط کافی نیست، هنوز نخست وزیر درون ایرانه. وقتی که صحبت بر سر مسائل اسلامی میشه به دو قسمت میرسیم. من بارها خدمتتون عرض کردم ما چیزی به نام اسلام سیاسی نداریم. اسلام سیاسی هست، هر نظام بر پایه ایدئولوژیکی سیاسی هست. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد به قدرت برسه، یعنی حاکمیت رو به دست بگیره. پس بنابراین اسلام از روز اول میخواسته حاکمیت رو به دست بگیره، در بعضی از کشورها به پیروزی میرسه با شمشیر، در بعضی از کشورها شکست میخوره، در بعضی از کشورها پیشروی میکنه، در بعضی از کشورها پسروی. دکتر شاپور بختیار اعتقاد داشته نخیر، ما میخواییم یه سیستم سوسیال دموکرات در ایران به راه بندازیم. سوسیال دموکرات همیشه هم در صحبتاش بود. میخوام ضد و نقیض ها رو بهتون بگم که چه کسانی تا به امروز 36 سال این مردم ایران رو سانسور کردند و دروغ تحویل مردم ایران دادند. من دارم اسناد واقعی رو میذارم که شما متوجه بشید. میدونم الان خیلی ها چشم دیدن دشمنان یک به یک دارن اضافه میشن، چون وقتی که صفحات تاریخ واقعی رو روی تصویر میگذاری و اینها دیگه نمیتونن دروغ بگن پشت میکروفون هاشون، در صورتی که کور خوندند. هنوز ما هستیم کسانی که ایدئولوژی سیاسی داشتند، در ذهنشون ایدئولوژی های سیاسی میپروروندند، در سال 32 شکست خوردند، همون افراد در 57 قدرت رسیدند. من میخوام تصویری از سال 32 بهتون بدم. اگر اینها به پیروزی رسیده بودن، ما همین جایی بودیم که در 22 بهمن 57 رسیدیم. مواجه میشدیم با اعدام ها، مواجه میشدیم با احکام اسلامی، جامعه ایرانی به هیچ عنوان نه به آزادی دست پیدا میکرد نه به دموکراسی، فقط حاکمیت شرعی
جبهه ملی که در رأس قرار گرفته بود این به جامعه ایرانی تزریق میشد. این واقعیتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، این صدای من نیست، این صدای خود افرادی که با هم بر سر قدرت رسیدن به جنگ پرداختند. من عکسشون رو بهتون نشون دادم، 3 ماه قبل همه دست به دست هم، 2 ماه قبلش همه دست به دست هم با هم آغوش میخوردن، بعد از 40 سال فعالیت در کنار هم در 2 قسمت همه چیز به دستشون میاد، اپوزیسیون و دولت. دیگه چی میخوان؟ واقعا چی میخوان؟ چه جمهوری خواه، چه طرفدار نظام پادشاهی که هر دوشون مقدس و درست هستند، جمهوری دموکراتیک بدون پیشوند و پسوند و طرفداران نظام پادشاهی بدون پیشوند و پسوند بر پایه قانون اساسی که بر حقوق مدنی افراد تکیه میکنه 2 قسمت رو بدند، هم دولت رو بدند، نظام رو بدند، هم ارتش رو بدند، هم اپوزیسیون رو بدند. ببینید ما چه میکنیم. ولی چرا؟ به دلیل اینکه ما ایرانی هستیم، ما ایرانی هستیم، ما فقط به ایران میاندیشیم، ما فقط برامون ایران مهمه، نه نوع تفکر شخصی، نه عقده، نه کینه، نه اینکه به فرض من بختیارم پدرمو چون رضا شاه کشته به فرض مثلا باید خون بقیه رو بریزم، اما به روح خودم نمیارم، اما داستان اینه. در ادامه راه بهتون میگم، خوب گوش بکنید، گوش ها باز باشه نبسته. امروز زمانی نیستش که شما چشم و گوشتون رو ببندید. اگر اون فرد خلبان داره در قفس آتیش میگیره، پای گزارش اینجاست، پای گزارش از همین روزاست. اینو دارم خدمتتون عرض میکنم. زمانی که جهان تصمیم گرفت به خاطر حفظ منافعش کشور ما رو زمین بزنه، منتها به رأس حمله شد و همه چیزها بر سر این شخصیت ارجمند و بزرگ تاریخی که هر چقدر بیشتر پیش میریم وقتی مطالعه میکنید که ما چه روزهایی رو گذروندیم، متوجه میشیم آخ این ملت به چی فکر میکرد. این افراد، دکتر حقوقدان، دکتر سنجابی حقوقدان، از کجا؟ پاریس. و هر روی در زمان جبهه ملی هم اگر اینها شکست خوردند، از خودشون شکست خوردند، همونطور که در 57 به این چیزها فکر میکردن. نفرات برتری که در جبهه ملی بودن 2 شخص بودن، کریم سنجابی و شاپور بختیار، که هر دو دکتر، هر دو حقوقدان، هر دو آگاه به اون کاری که دارن انجام میدن و مدعی. اینها اپوزیسیون بودن اما آلترناتیو نداشتند. همیشه هم در همه جا کار کردن، در تمام دستگاه‌های دولتی اینا حضور داشتن، از دانشگاه‌ها بگیرید تا صنایع، تا شرکت نفت، تا تمام قسمت‌های کوچک و بزرگ همین جبهه ملی‌ها که امروز بهشون میگن ملی مذهبی. یعنی کسانی که میگن چون ما نفت رو ملی کردیم، که این دروغ بزرگه، یک سیستمی دست به دست هم داد تا نفت ملی شد، یک تنها فقط کار یک نفر نبود، همونطور که خدماتی که انجام شد درون کشور فقط اختصاص به شاهنشاه نداشت، ملتی دست به دست هم داد، همکاری کرد، ولی در اون بودش به شما نمیگن، دروغ میگن. میان میگن چی؟ چون ما این کار کردیم یه بار و اون ملی شدن نفت. اصلا ببینید نفت ما ملی امروز، ملی به چه معنی؟ آزادی به اینه که کسانی که فقط مخالف یک نفر هستن و به خاطر حس غرور بیش از حد و کینه ورزی و کینه توزی زندگی رو آتیش بزنند و بعد بگن آقا مصالح کریم نشد، شما غلط میکنید، شما بیجا کردید که با زندگی ما بازی کردید، با زندگی ما بازی کردید. میلیون ها ایرانی و همچنین میلیون ها ایرانی که دارن میان، ما هزاران میلیارد دلار عقب افتادیم. باز برمیگردم به حرف شاپور بختیار، خودشون با خودشون هم خصومت داشتند. بعد اینا مدعی 28 مرداد 32 هستند، همین افراد، همین افراد. با هم گوش بدیم لطفا. این مسئله
مسئله دکترین نیست، مسئله شخص، مسئله رقابت، مسئله این خودخواهی های داخلی است. و الا ما اساسنامه، ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس این داده شد تفاوت نداره. این مسئله مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست. تا چند اندازه تصمیمات فرمانداری های نظامی و شهرهای مختلف با صلاح دید شما گرفته شده؟ احدی در ارتش از فرماندهان داخلی و خارجی بدون نظر من حق تصمیم گیری نداره. ممکنه یه سربازی یا یه افسری در یه نقطه دور افتاده ای یه عمل برخلاف قانون یا سهواً انجام بده، اون به جای خود، ولی وقتی من دستور به ارتش میدم راجع به تمام اقداماتی در تمام نقاط کشور، من به عنوان یک نخست وزیر مسئول انجام وظیفه میکنم، نه به عنوان اون افرادی که اسم نخست وزیری داشتن. فقط با ساواک چه مشکلاتی پیش بینی میکنید؟ من در رابطه با ساواک مشکلاتی نمیبینم، ما ساواک رو منحل میکنیم همونطوری که وعده دادم. گفته شده که مقامات فاسد به زودی محاکمشون آغاز میشه، مقامات فاسد صادق به زودی محاکمشون آزاد میشه و به اقتضای سیاست ممکنه بعضی از محکمه ها رای بدن که بعضی از اینها اعدام بشن. آیا این با اصل عدالت منافات نداره و بازگشت به همون یکی تازی های سباک نیست؟ من دیگه من میکنم که بدون هیچ قسم حب و بغض افرادی در این مملکت مرتکب یک جنایات بسیار عظیمی شدن و مستمر، با دادگاهی که تکلیف اینها را تعیین کنه، نه با نخست وزیر. ولی در هر حال افکار عمومی و اطلاعاتی که ما جمع کردیم از فساد اینها، از زورگویی های اینها، از شکنجه هایی که اینها دادن و از ثروت های برباد رفته ملت، بالاخره نفر یه عده مسئول هستن، اینها باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اعمالشون باشن. من هیچ کس نسبت به هیچ کدام از اینها حب و بغضی ندارم. چون نگه دارید ایشون نگاه به زمان و مکان بکنه. مکان کجاست؟ تهران، سال 1357. 11 روز میگذره از گرفتن پست نخست وزیری به قول خودشون. 20 ساعت گذشته از زمانی که شاهنشاه کشور رو ترک کرده و ایشون اصلا تجربه کار درون دولت رو نداشته به این شکلی که باید داشته باشه، در دوران بحرانی چگونه میباید کار بکنه، به این نتیجه نتونسته بود برسه که آقا در دوران بحرانی شما به همون ساواک احتیاج دارید، شما به همون پادشاه احتیاج دارید، باشون بشینید صحبت بکنید، کنار اومدید، حتی خواستید منحلشون بکنید قبول کردن. شاهنشاهی رو ریشهشون اول این آقا میزنه و میدونسته اگه بره دیگه بر نمیگرده، از تمام مراحل با خبر بوده، بهتون ثابت میکنم، نشون میدم الان. میدونسته دیگه بازگشتی وجود نداشته باشه، نداره اگر بره، چون دارن نیروی دیگه رو وارد ایران میکنن، اصلا همه چیز تموم شده است. دکتر شاپور بختیار نخست وزیر امروز در یک مصاحبه با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی اعلام کرد به پاریس نخواهد رفت و فرودگاه مهرآباد تا چند ساعت دیگر باز خواهد شد و در راه ورود حضرت آیت الله عظمی خمینی به کشور مانعی نیست. در اون زمان فرودگاه مهرآباد بسته شده بود و همچنین کارمندان و کارگران بسیاری در اونجا اعتصاب کرده بودند که از قبل پیش بینی شده بود. زمانی که ایشون میاد بلافاصله باز میکنن و ورود خمینی رو، شرایطش رو فراهم میکنن. در مصاحبه هم خیلی راحت میگه آقا ورود ایشون، با احترام هم صحبت میکنه، خب حالا ما بیایم بذاره خمینی رو بشکافیم. خمینی کی بود؟ شخصی که دیگه برای همگان مشخص هست. باور داشته باشید، باور کنید، شماها امروز تازه خمینی رو میشناسید. این اشخاص اون زمان میشناختن چون همکاری میکردند. در سال
42 اینا همکاری مستمر داشتن با خمینی. اتفاقاتی که در شهر تهران و قم میفته اینا زد و بندهایی بوده که انجام داده شده بوده به همراه توده‌ای‌ها و همراه جبهه ملی‌ها و آخوندها و در رأس اونا خمینی. اینا میدونستند در سال 1323 خمینی با طرح فدایان اسلام که خودش در رأس بود احمد کسروی رو و شاگردش رو جلوی دادگستری با چاقو سلاخی میکنن. اینها میدونستند، اینها میدونستند که چرا خمینی از ایران تبعید شد و دلیل تبعیدش چی بود. مخالفت کردن با حق رأی به زنان، اینا رو همه رو میدونستند، چون اینها هم در همون سنگر بودند. جبهه ملی در همون سنگری بود، بختیار در همون سنگری بود که خمینی بود و با هم در ارتباط در طول تمام سالها، همشون همدیگر رو خوب میشناختن. خب کسی یا کسانی که این راه رو باز میکردن برای خمینی نمیدونستن خمینی کیه. این آقا که میدونست، نخست وزیری هم که گرفتید، برای چی راه رو باز میکنید برای خمینی؟ شما رو شاه رو فرستادید بره که خمینی رو بیاری؟ برای چی جلوگیری نکردید ازش؟ برای چی ازش نپرسید آقا صبر کن، صبر کن؟ شما مگه مخالفت نداری با حق رأی دادن به زنا؟ شما مگه کتاب کشف الاسرار رو ننوشتی سال زمستان 1323؟ شما مگه دستور قتل احمد کسروی و نخست وزیرای دیگر توسط فدایان اسلام ندادید؟ شما مگه در سال 1342 اتوبوس‌های بچه‌ها رو آتیش نکشیدید؟ شما مگه شعار حکومت اسلامی و ولایت فقیه ندادید؟ می‌خوایم بیان ایران چکار کنیم؟ که بعد روزهای بعد میگه وقتی اول میارنش و این اجازه میده که اینها بیان و بعد میپرسه خب حالا آقا شما اومدی، حالا میخوای چیکار کنی؟ ولایت فقیه رو به تصویب برسونی؟ اصلا مردم تو باغ نبودن، مردم نمیدونستن. اینجا اولین بار توسط خود همین شاپور بختیار هست که واژه‌ای با نام ولایت فقیه درون روزنامه کیهان به چاپ میرسه. یعنی اینها میدونستن که اصلا این فرد چه اعتقاداتی داره. من میدونستن خمینی کیه. برای چی میارینش؟ اجازه بهش میدین وارد فرودگاه بشه. شرایط فرودگاه رو براش فراهم میکنید. و بعد میگید وقتی به خارج میاین در مصاحبه که خودم همه رو تنظیم که براتون پخش کردم میگه سرطان خمینی همه جا رو فرا گرفته بود. آقا شما سرطان خمینی رو وارد ایران کردید. شما همه چیز رو میخواستید در اختیارتون قرار گذاشته شد. چرا جلوی این حرکت رو نگرفتید؟ که آقا صبر داشته باشید. شما اصلا اجازه نداری در این آب خاک بنشینی. تا وضعیت خودت رو برای جامعه ایرانی مشخص بکنی. به چه عنوانی میخوای وارد مملکت شی؟ کماکان میخوای بگی زنها حق رأی ندارن؟ کی راجع به این مسئله صحبت کرد؟ و بعد به صورت مشخص داره میگه من تمام اوامری تا اونجایی که تونستم خمینی میخواسته ما انجامش دادیم. یعنی گفته شاه بره، مشاور رو فراری دادیم. به قول خودش گفته ساواک رو باید نابود کنی، ساواک و شکنجه‌گران رو همه رو کشتیم. به قول ایشون چی مون دیگه از اون مملکت؟ فرودگاه مهرآباد هم باز می‌کنم که آقا هواپیمات هم بشینید. خیلی کار جالبی انجام داده بود خمینی، نظریات خیلی زیبایی داشت که شما راه رو اینچنین براش باز می‌کنی. از جنگ فیروزمندانه برای جامعه ایرانی باز می‌گرده که شما اینچنین براش سینه چاک می‌کنید. مگه میشه کسی بعد اینا حقوق خوندن؟ ببینید من هی تکرار میکنم، اینها حقوقدان بودن و مبارز، حقوقدان دکتر بودن، حقوقدان بودن و مبارز به قول خودشون، از فرانسه، از کشوری که از همونجا هم خمینی رو وارد میکنن، تمام سوراخ‌سنبه هاش هم بلد بودن، سالها در اون فرانسه. و بعد میگه تمام قوانین اسلام مخالفت با اسلام منسوخ میشه، فسخ میشه، از بین میره. این مقدار به اسلام و قوانین اسلامی ایشون امتیاز میده و میگه در قانون اساسی هم وجود داشته آیات اعظام باید نظر بدند. یعنی من هیچ کارم؟ کدوم دکتری که حقوق خونده قوانین اجتماعی مدنی سیاسی کشور به دست آیات اعظام میده و اسم خودش رو
مبارز میدونه که آقا من مبارز کردم با هیتلر رفتم جنگ، آقا به من به ما چه به درد ما خورد؟ شما با هیتلر جنگیدید؟ ما احتیاج نداشت شما با هیتلر بجنگید. شما در زمانی که باید با ویروس کثیفی مثل خمینی میجنگیدید، ما دیدیم که در دست قدرت قرار گرفتید، چه کردید؟ این ویروس رو نه اینکه فقط در رو باز گذاشتید، درخواست نامه فرستادید که آقا خوش آمدید. من براتون عین مطلب رو میخونم الان. در صفحه کیهان نوشته، تاریخش همون بالاست. در روز رسیدن خمینی، در 12 بهمن 57. چه مقدار میزان دروغ به جامعه ما گفته شده تا به امروز؟ این حرکت ها حرکت های توطئه جهانی بوده. فکر میکنید توطئه جهانی یعنی چی؟ این شاه خودم داشته؟ سم باید داشته باشه؟ به وجود آوردن شرایطی که همه چیز دست به دست هم بده، هر کسی در هر قسمتی که میتونه یک قدم به سمت خمینیسم پیش بره، به وجود آوردن شرایط و بعد ضربه نهایی. میگه اقتصاد اسلامی، همون حرفی که بنی صدر زد، و بعد میگه در زمانی که در جامعه اسلامی ما این چیز حقوقی که ما داشتیم فرانسوی ها نداشتند. خودم تو فرانسه بودم. آقا من نمیگم اینا رو، خودتون بشنوید. آقا چرا میخوایم بی خودی بیهوده به افراد امتیاز بدیم؟ افرادی که ما رو به خاک سیاه نشوندن در جامعه همون. اینو من نمیگم، اینو تاریخ داره میگه و این کار رو داریم تکرار میکنیم. چشم بسته چیزی رو قبول میکنیم با نامش. در رابطه با مذهب همین کار رو کردیم، در رابطه با دین، در رابطه با خدا، در رابطه با علم، در رابطه با زندگی، در رابطه با شاه، هر چیزی که بود بدون چون و چرا هر کی به ما یه چیزی گفت پذیرفتیم، بدون اینکه حتی مطالعه ای در رابطه با اون چیزی که بهمون داده شده انجام بدیم. چیزی که من جامعه ایرانی خواستم مطالعه بکنید روی هر چیزی که بهتون داده شده. خمینی رو میخوان بیارن به ایران، هیچ کس سوالی نداره، و بعد جمع میشن 10 روز قبل از اینکه وارد ایرانش بکنن، یعنی در 2 بهمن 57، وقتی یک عده روزنامه نگار در کنارم قرار میدن به عنوان اینکه آقا خبرنگار آوردیم از شما سوال بپرسن، گفتگو بشن، حضرت عالی قد به ایران برگردن، چون آقای بختیار هم در بازگشت شما مانعی نمیبینه. اول بختیار سنگشو به سینه میزنه در اون کشور که آقا رو بیارید، من مشکلی ندارم، ولی به کار من دخالت نکنه. خودش هم میدونسته. مگه میشه این آقا دخالت داشته؟ زمانی که شاهنشاه آریامر در اون مملکت بوده، این آقا قدقد میکرده. شما چه کار حسنید؟ نخست وزیرید، ولی چرا در کارهای مدنی کشور خودتون دخالت دادید؟ شما دولت هستید، مجری هستید، در قوه قضایی چرا دخالت کردید؟ که من این سند رو همین الان بهتون نشون میدم. شما چگونه میتونید در قوه قضاییه دخالت بکنید وقتی رئیس جمهور باشید یا نخست وزیر باشید؟ شما هیچ حقو ندارید، خودتون هم میدونستید. شما این حقو ندارید به عنوان یک نخست وزیری که پادشاه شما رو پذیرفته و نخست وزیری رو به دستتون داده که کشور رو حفظ بکنید، بعد بیاد بگید آقا در جمهوری مانعی نیست، در جمهوری مانعی نیست، از اون و خمینی رو بیارید و بعد بگید در جمهوری مانعی نیست. شما چی کاره هستن؟ بعد بگید بر طبق قانون اساسی کشور، قانون اساسی که شما بهش قسم خوردید، قانون مشروطه شاهنشاهی بوده، همون قانونی که دارید دروغ میگید. این صفحه 5، پنجشنبه 12 بهمن 1357، دکتر شاپور بختیار نخست وزیر شب گذشته در یک پیام رادیو تلویزیونی ورود حضرت آیت الله عظما امام خمینی را به کلیه مسلمانان ایران تبریک و تهنیت گفت. بختیار در این پیام تأکید کرد که دولت او در هر شرایطی قانون را اجرا خواهد کرد و در اعتقادات خود پا بر جاست. اینم سند دیگه. ایشون باز تکرار میکنن که این مقدار کسروی میکرد، قاتل کسروی رو داره باز میکنه را رو، نه به عنوان مجرم، به عنوان رهبر و امام خطابش بکنه بیاره که آقا آن چرا که شما فرمودید ما در توانمون بود انجام دادیم. ای سوال اینجاست از دیدگاه این و همقطارانش،
این شخص. خمینی قاتل کسروی بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ خمینی در رأس فدایان اسلام بود یا نبود؟ روحانیون مبارز در رأسشون ایشون بود یا نبود؟ خمینی در سال 42. آخه جواب باید بدید به تاریخ. همینجوری نمیشه بگید درود بر مصدق، درود بر. جواب به تاریخ بدید. به رأس همیشه حمله میکنند. پهلویزم از همون روز اول آلترناتیو بود با حضور رضا شاه بزرگ و دیدن کاری نمیتونن بکنن، برای این نمیتونن اپوزیسیون درست بکنن تا بخواد از بینش ببره. با زور گفتن آقا باید بری و الا ایران تکه پاره میکنیم، به چه سه قسمت تقسیم میکنیم. شهریور 1320. بعد از اون حمله شد به رأس مجددن و بعد ازش با اینتریک به قول معروف خواستن آقا که همه ناراضی هستند که شما اینجا هستی، اگر شما بروی همه چیز خوب میشه. شعار مرگ بر شاه از بین میره، درود بر مصدق جاش رو میگیره، ما حامیان مصدق بودیم و هستیم، 25 سال ما رو خفه کردید، ما کشور متعلق به ماست، ما هم ملی هستیم در خدمت جامعه. این گونه با این ترفند تا شاهنشاه رو بیرون میکنن، میگن آقا حالا بلند شو بیا. چه کسی؟ کسی که سه تا شناسنامه متفاوت داشته در سه شهرستان متفاوت با سه نام متفاوت. پدرش رو هیچ موقع توضیح ندادن که چه کاره بوده، یک هندی زاده بوده و برای انگلیسی ها کار میکرده. مادرش که بوده، اصلا این خمینی از کجا اومده، اسم اصلیش این نبوده و چه اعتقاداتی داشته، برای چه کشوری کار میکرده، اینا رو توضیح ندادن. این ویروس رو زنده درون خارج از کشور نگهش داشتن و هر زمان که خواستن میدونستن فضای فکری و فضای روحی جامعه حتی از طرف نخست وزیر وقت دکتر شاهپور بختیار آماده است که این ویروس رو وارد ایران بکنن. در رابطه با این ویروس مخالفتی نمی کنه. آقا بگید صبر کنید، ایشون پرونده داره درون کشور. پرونده شو مگه نمیگید در رأس نگاه کردن ببینن که چه کسانی خلاف کردن، دادگاهی خواهند شد و من بهشون دخالت نمی کنم. میگذاشید قضاوت رو به عنوان به عهده قوه قضاییه کشور، دخالت نمی کردید. وقتی که فرمانی رو قوه قضاییه داده، شما چه کار حسنید که برید فرودگاه رو برای خمینی باز بکنید و بعد بگید هر چیزی که خلاف اسلام باشه، هر قانونی که خلاف اسلام باشه منسوخ میشه. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی سکولاریسم؟ یعنی حقوق بشر؟ یعنی آزادی؟ با هم دنبال کنیم. و رفراندوم احتمالاً رفراندوم چیه؟ من اطلاع از رفراندوم در شرایط کنونی ندارم، ولی به موقعی که قانون گفته انتخابات رو همونطوری که قول دادم آزادانه این انجام خواهند داد. این انتخابات در تابستان انجام میشه؟ تابستان یا فایی، چون سه ماه وقت هست برای این کار، انجام خواهد شد انشاءالله. شورای سلطنت پس از رفتن شاه تشکیل شده و اگه تشکیل شده چه مسائلی در اون مورد بحث قرار گرفته؟ اعلیحضرت درست در حدود 20 ساعت قبل رفتن، هنوز وقت تشکیل شورا نبوده. هر وقت تشکیل شد بنده به اطلاعتون میرسونم. و یک سوال آخر، آقای خوبیدا و آقای نصیری هنوز تحت بازداشت هستند؟ مسلماً فعلا این آقایون به عنوان ماده 5 حکومت نظامی بر طبق قانون هستند. چون بازجویی های از این آقایون شروع شده اخیراً، اگر جرائمشون را مسلم دیدیم که به نظر این طور میاد، تسلیم دادگاه های صلاحیت دار خواهند شد. برمیگردیم به اون دوران. 11 روز ایشون اومده در پست نخست وزیری. در اون پست نخست وزیری در عرض 11 روز به ایشون رسوندن که آقا اینا مجرمن. چه تصویری رو به شما میده؟ چه کسی رو جلوی شما ظاهر میکنه؟ این چنین در عرض کوتاه زمانی چند نفر رو بگیرن بگن اینا مجرمن. طبق چه قانون، چه قاضی اینو امضا کرده؟ اینا
بوش میاد اینا مجرمن، این طور به نظر میرسه که اینها مجرمن. این در هیچ کجای جهان اتفاق نمیفته عزیزان، که یک حقوقدانی، یک دکتر حقوقدانی از فرانسه، بیش از 30 سال فعالیت هایی که فقط در این زمینه ها داشته، نخست وزیر بشه و بعد از 11 روز در بحرانی ترین دوره کشور و ایران برگرده بگه اینطور که هست مجرمن. مجرم؟ جرمشون چی بوده؟ در کدام دادگاه ثابت شد؟ مردم کجا قرار گرفتن؟ دادگاهی توسط چه قاضی انجام شد؟ وکیل مدافع چه گفت؟ جوری چه رأی داد؟ در کدام روزنامه؟ در کدام مجله؟ در کدام برنامه تلویزیونی؟ شما گل سرخی رو که از مکتب کمونیست رو در مکتب حسین آموخته بود، فیلم برداری شد، به سر تا سر کشور پخش شد، حتی به کشورهای خارجی، اون موقع درون کشوره، شما پست نخست وزیری رو گرفتی، میومدی چیکار میکردی؟ میتونستی خیلی راحت بیای به رادیو تلویزیون بگی آقا این دادگاهی ها رو پخش بکنید؟ نمیتونستی؟ چرا پخش نشد؟ من واقعا متاسفم برای جامعه خودمون. اینا درس‌های تلخ جامعه ماست. از بدترین روزها داریم درس میگیریم. ای کاش میتونستیم تجربه رو یه مقداری معتدل‌تر تجربه بکنیم. ای کاش میشد روزهای سخت رو معتدل‌تر به سمت جلو پیش میومدیم. با بدترین افراد، با بدترین ابزار، با بدترین عقاید، با عقب افتاده ترین افراد کشور ما به اینجا کشته شد که حتی اپوزیسیونی که ادعا داشت گفت قوانین اسلامی باید در رأس قرار بگیره. اگر چیزی با اسلام یا قوانین اسلامی در ستیز باشه در قانون اساسی کنار گذاشته خواهد شد. و اینها مدعی بودند. مدعی بودن حقوق بشر. من گفتن آقا ما 25 ساله بهمون اجازه داده نشده. دیگه چجوری بگم قوانین اسلامی رو میخوان؟ من دارم عین تاریخ رو براتون پخش میکنم. ایشون هم مدافع قوانین اسلامی است. ایشون هم مدافع اعدام ها بوده در همون روزهای اول، بدون هیچ مطالعه ای، بدون اینکه اصلا یک روز خودش در دادگاه حضور داشته باشه. میگه به نظر میرسه. آخه کیه که بگه به نظر؟ شما در این کشورهای خارجی زندگی کردید، کسانی رو که دارن به دادگاه میبرن اگر چنین جرمی داشته باشن کم کم 6 ماه 8 ماه 1 سال به دادگاه میرن، میان، در جرایید نوشته میشه، مردم حضور دارن، وکلا وجود دارن، حضور دارن، قاضی، چند قاضی هست. آخه کار یه قاضی نیستش که یه نفر رو به قول شما که متهم نشناختید، افراد متفاوت، نخست وزیر وقتی میگفتید هویدا رو همین شما دستور قتلش رو دارید میدید. اگه هویدا به دست خلخالی کشته شد و هادی غفاری با کلت از عقب تو سرش زدن، شما در همینجا قبرش رو یا آرامگاهش رو کندید که اینا مجرمن. اگه نصیری تیرباران شد و قبل اون شکنجه شده بود که دیگه نمیتونست در بازجوییش اون چیزی که بهش گفتن بازجویی، که کدوم بازجویی؟ فیلمش هست، برید نگاه بکنید رو اینترنت. این بازجوییه؟ شما اینجا رو همینجا کندید، قبول کردید که اینا باید کشته بشن، دستور تیر رو اینا شما دادید. اگر شماها عاشق ایران بودید، اگر هم کسی جنایتکار بود اون رو نگهش می‌داشتید، نمی‌کشیدش، تمام و کمال زورتون رو به کار می‌بردید، در فرودگاه هم می‌بستید، گفت آقا صبر کن این بابا هم جنایتکاره. چطور خمینی تشریف بیاورد آنچه که خمینی گفت که احمد کسروی ها رو نابود کرد و 4 نخست وزیر رو ترور کردن و غیره بر جای خودش محفوظ، اما اینها مجرم هستند؟ هویدایی که برای اون مملکت زحمت کشید 13 سال، کاری ندارم که تمام سیاست و استراتژیش درست بود یا غلط بود، میشه با اون پرداخت، هم شما دستور قتل داری میدی. یعنی شرایط رو فراهم آوردید برای اینکه این روند انتقال قدرت انجام شد، شما که سوار هلیکوپترت شدی و آماده هم بود رفتی، در واقع شما در رفتید. و بعد خبرنگاران ایرانی،
ژورنالیست های ایرانی رو در فرانسه و سایر کشورها در اختیار خودشون قرار بدن، پیشنهاد بدن، خانم و یا آقا ما دارای پول هستیم، با نام اپوزیسیون که برابر خمینی بیستیم، بیاید از صدام پول گرفتیم که بخوایم رادیو بزنیم. خانم شما میخوای بری پشت رادیو کار کنی؟ آقا شما میخوای بری اخبارو بخونی؟ مبارزه کن. شما ستون فقرات ایران رو زدید در بهترین شرایط، نه اینکه کاری انجام ندادید، شرایط رو برای نابودی ایران به وجود آوردید. در همین لس آنجلس ده ها هزار دلار و یک نفر پول میدند که پشت میکروفون قرار بگیره و تاریخ رو تحریف بکنه. از اون طرف صدای آمریکا، سیاست دولت آمریکا که میبایز پرونده هاش رو در این روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانیت، نظریه برژنسکی که تمام همه کاره این سیستم بود که حرف آخر رو اون میزد و کارتر فقط میومد صحبتش رو میکرد، چرا رو نمیکنه؟ چرا نمیگن چند میلیون دلار به خمینی کمک شد در فرانسه؟ چرا نمیگن حزب دموکرات اولین حزبی بود در جهان که خمینی رو در کنار فرانسه ژیسکار دستان در گوادالوپ تایید کرد و قراردادهای نفتی از اونجا بر سر ایران بسته شد؟ در واقع نشست گوادالوپ برای تغییر رژیم در ایران نبود، برای اینکه کی چه مقدار گیرش میاد، به سلامتی هم دیگه زدن. نخوا از جای دیگه کشته شده بود که شرکت های نفتی درون کشور ما بتونن بشکه های نفت ما رو به 4 دلار و 5 دلار خریداری بکنن. اشتباهی که شاهنشاه آریامهر داشت، نداشتن شناخت کافی از جامعه ایرانی و همچنین نفرات که در کنارش گذاشته شده بودن یا خودش انتخاب کرده بود. فردوست و همچنین مقدم در رأس ساواک پیام ها این چنین می اومد زد و بند ها، این که آقا مردم شما رو می خواهند، شما کار جنگ با شرکت های نفتی رو ادامه بدید، مردم با شما هستند. و ایشون هم با خبرهایی که در دست داشت می رفت و سخنرانی می کرد، می گفت دیگه حاضر نیستم قرارداد نفتی با شما ببندم، شماها تا به امروز سر ما کلا گذاشتید، قرارداد بستیم برخلاف قرارداد عمل کردید. اینجا هستش که من شاهنشاه آریامهر میتونم اشکال بگیرم یا ایراد بگیرم. نداشتن شناخت کافی از جامعه، نداشتن شناخت کافی از افرادی که در کنارش بودند. ولی کار بسیار بسیار مشکلی، بالاخره شما باید در یک جایی به نفر اطمینان کنید. شما به جایی میرسید در زندگی، در زندگی شخصی به جایی میرسید که بالاخره باید به یک عده اطمینان بکنید. و وای به حال روز هر کدام از ما که به نزدیکترین کسمون، چه پدر چه مادر چه رفیق چه هر کسی که هست، اطمینان بکنیم و از پشت خنجر بخوریم. و در بسیاری از اوقات، بیش از 99% است، کسانی که در هر جنگی، شخصیت‌هایی که در هر جنگی، فرق نمی‌کنه چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه دارای ایدئولوژی چه بدون ایدئولوژی، شکست خوردند، از پشت خنجر خوردند. و وقتی که وارد تاریخ ایران میشی نگاه می‌کنی، یعنی اکثریت قریب به اتفاق جنگ‌هایی که ما شکست خوردیم و خون ایرانی ریخته شد، عده‌ای یا چند نفر از درون مسیر رو به دشمن نشون دادند و بعد قلم به دست دشمن افتاد و شمشیر و بریدند. از سلمان فارسیش بگیرید در اون دوران تا برسیم حتی در جنگی که با اسکندر انجام شد که به نابودی تخت جمشید انجامید، همیشه یک ایرانی بود، همیشه چند تن که به زبان فارسی صحبت میکردن. اینا فارسی صحبت میکردن اما ایرانی نبودن. ایرانی نمیتونه خواهر و مادرشو بفروشه، ایرانی نمیتونه خاکشو بفروشه. به وجود آوردن شرایط انتقال قدرت، آخرش هم بگن آقا به من روزهای آخر گفتن بیا، اگر نمیپذیرفتید ما الان اینجا نبودیم. شاهنشاه در ایران میموند و سران ارتش
کسانی که شماها دم تیغ فرستادینشون، اونها کشور رو به دست میگرفتن. داستان مصر در اون زمان برای ما به وجود میامد. تاریخ رو براتون میخونم. شنبه 21 بهمن 1357، صفحه 5. شما در این بالا چه میبینید؟ بختیار در روزنامه باش مصاحبه شده و میگه جمهوری قابل قبول است. ببینید بیکفایتی در چه حد، بینزاکتی در چه حد. شما نخست وزیر نظام پادشاهی هستید که قسم به قانون اساسیش خوردید. در اون قانون اساسی ارتش وجود داره، نیروی مقننه وجود داره، نیروی قضاییه وجود داره، مجریه وجود داره، که شما اومدی به عنوان نخست وزیر در قسمت مجریه قرار گرفتی. چگونه است که یک طرفه بدون رأی گیری از مردم شما جمهوری میخوای اعلام بکنی؟ جمهوری قابل قبول است؟ آخه ترفند تا چه میزان و چه مقدار؟ این در هیچ کجای جهان نمیتونه اتفاق بیفته. این فقط تاریخ ماست که 36 سال از اون میگذره ولی جامعه هنوز به واقعیتاش دست پیدا نکرده. جامعه محو تماشای تاریخ سیاسی نظامی مصر و خودشه در مقایسه با یک دیگر. بسیارانی بودن میگفتن آقا اونا توده ای نداشتند، ما توده ای داریم. بله این یه ور قضیه است، ولی از درون خورد کردن ستون فقرات کشور رو دارم خدمتتون عرض میکنم. این یعنی غیر دموکراتیک، این یعنی غیر انسانی، این یعنی غیر خلاف اون چیزی که شما قسمشو خوردید. آخه من نمیتونم برم، یا باید بپذیرم یا نپذیرم. وقتی که من نخست وزیری رو از دست پادشاه ایران میپذیرم و برای شرط میذارم که تنها شرط من خروج شما از کشور هست و بعد میباید پروانه اینو داشته باشم که هم ارتش در اختیارم قرار بگیرن، هم تمام قوا و ساواک رو زمین گیر بکنم و همه این امتیازات به شما داده میشه رو حساب این که شما مرد حرفت و مرد عمل هستی و یک انسانی هست که میگه آقا من بک‌گراند دارم، با هیتلر جنگیدم. اینجا نشون میده که شما به هیچ عنوان لیاقت اون مقامی که به داده شدن رو نداری. یعنی شما به قانون اساسی ایران توهین. اولین کسی که قانون پادشاهی رو از بین میبره به صورت مشخص به عنوان یک مقام عالی رتبه درون کشور این شخص. بقیه که اپوزیسیون بودن یا اپوزان بودن، ایشون به عنوان نخست وزیری اولین واژه جمهوری رو به ثبت میرسونه. یعنی گور پدر 2500 سال تاریخ شاهنشاهی. عزیزانم، هموطنانم، شما میتونید کشوری داشته باشید با نظام پادشاهی سکولار بر پایه حقوق بشر نظیر کشورهایی که امروز وجود داره که دیگه احتیاج به گفتنش نیست. شما میتونید جمهوری داشته باشید سکولار بر پایه حقوق بشر و برابر نوشته شدن قانون اساسیش. صحبت بر سر شکل نیست. کسانی که بر سر شکل دعوا دارن اینا چیز دیگه ای رو فکر میکنن، به دنبال چیز دیگه ای هستند که باید ببینید ته ذهنشون به دنبال چی هستند. و الا هر آنچه که شما خواستید در اختیارتون قرار داده شد. آخه دردتون چیه که میاد جمهوری اعلام میکنید؟ آها، خمینی به شما گفته بود که من جمهوری میخوام، و بعد جمهوری اسلامی، و بعد کریم سنجابی، و بعد نوشته شدن قانون اساسی پشت درهای بسته، و بعد طرح ولایت فقیه، و بعد کشتن سران ارتش، و بعد تو سر زدن زن ایرانی و دختر ایرانی که یا روسری یا تو، همه اینا در دستور کار بود و شما میدونستید. به جای اینکه بیاید کشور نجات بدید از دست دشمن، دشمن رو مستقیما وارد کردید و خلاف بر عرف انسانی عمل کردید و به قانون اساسی حتی مشروطه که شما اینقدر ادعا میکردید که شاه قانون مشروطه رو انجام نمیده پشت کردید، قسم خوردید و زیرش زدید.
من نمیدونم دیگه چه باید بگم. کجای حرفام اشتباهه؟ توهینه؟ نادرسته؟ سند نداریم؟ بخونید تاریخو.